and he is hereby acquitted. با ختم محاکمه دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، پس از آن که مجلس سنا او را در مورد ادعای نقش وی در حمله 6 جنوری بر عمارت کنگرس آمریکا تبرئه کرد، سوال‌های در مورد اقدامات بعدی وجود دارد. برخی از قانونگذاران به شمول تعداد از اعضای حزب جمهوری خواه ترامپ گفتند که آقای ترامپ با عواقب دیگری شاید روبرو شود. رئیس جمهور ترامپ همچنان به عنوان یک شهروند عادی در قبال همه کارهایی که در زمان کار خود انجام داد مسئول است، مگر اینکه تحت مرور زمان قرار گرفته باشد. اما هنوز مسئول هر اقدامی است که در زمان کار خود انجام داده است. او هنوز رهایی نیافته است. اما چه عواقبی میتواند داشته باشد؟ ترامپ هنوز در حزب جمهوری خواه قدرت زیادی دارد. پس از آن که در محاکمه استیضاح تبرئه شد، ترامپ با نقش یک اعلامیه گفت که حرکت سیاسی وی تازه آغاز شده است. با این حال، برخی از جمهوری خواهان، از جمله سناتور لوئیزیانا بل کسیدی که به محکومیت ترامپ رای داده است، میگوید وقت آن است که حزب از ترامپ دوری کند. فکر میکنم نیروی او کم میشود. حزب جمهوری خواه فراتر از یک شخص است. حزب جمهوری خواه در مورد عقاید است. برخی از قانونگذاران خواستار تشکیل کمیسیون برای بررسی و درک بیشتر آنچه منجر به حمله به عمارت کنگرس شد هستند. مانند کمیسیون 11 سپتامبر که حمله تروریستی سال 2001 به ایالات متحده را بررسی کرد. هنوز شواهد زیادی وجود دارد که مردم آمریکا شایسته شنیدن آن هستند و ایجاد کمیسیون مثل کمیسیون 11 سپتامبر راهی است که می تواند اطمینان حاصل کند که ما در آینده امنیت عمارت کنگرس را تأمین می کنیم و اینکه سوابق رئیس جمهور ترامپ ارائه ساخته شود تا نشان دهد که او تا چه حد مسئول بوده و تا چه حد حلف وفاداری خود را نقض کرده است. برای محکوم شدن آقای ترامپ به 67 رأی مجلس سنا نیاز بود، اما 57 سناتور علیه آقای ترامپ و 43 تن دیگرشان به حمایت از وی رأی دادند.